همین الان که داری ویدیو رو میبینی، هم قلبت داره میتپه، هم مغزت داره کار میکنه. این به معنیه که زنده ای و سیگنال قلبی و مغزی داری. تو همین لحظه تعداد زیادی دانشمند و محقق حاضرن به ازای این سیگنال قلبی و این سیگنال مغزی بهت پرداختی داشته باشن. یه کوچولو تو زمان سفر بکنیم، اون زمانی که برای ارتباط از این تلفن‌های آنالوگ استفاده می‌کردیم، دانشمندا و محققا داشتن روی موبایل کار می‌کردن، بعد مردم شروع کردن از موبایل استفاده کردن، دانشمندا و محققا داشتن روی انتقال تصویر به طور مثال داشتن کار می‌کردن، مثل واتساپ، مثل تلگرام، مثل زوم. امروز ما داریم از اون استفاده می‌کنیم و موازی ما تو همین زمان یه تعدادی دانشمند و محقق دارن رو پردازش سیگنال‌های مغزی کار می‌کنن، دارن رو ترجمه زبان مغز کار می‌کنن. حالا این ترجمه زبان مغز به چه درد میخوره؟ میخوام باهاش چیکار بکنم؟ قراره یه عالمه چیز عجب و غریب درست بکنم. به طور مثال روی در نوشته شده 2 ضرب 2 مساوی است با 4. این در با 4 ذهن تو لک شد. در یه صورت این در باز میشه، بیاری جلوی این در وایسی، به عدد 4 فکر کنی تا این در باز شه. حالا فکر کنین در در گاف صندوق باشه. دارن روی اینجور چیزا کار میکنن. یه مثال دیگه، خانه های هوشمند. همین هدستی که توی گوشته سیگنال مغزیت رو میگیره، میفرسته به یک ماشین هوش مصنوعی، اون تشخیص میده که مودت کجاست. خب قبلا توی این مود بودی، قهوه میخوردی، الان دستگاه قهوه جوشتو روشن میکنه. دارن روی همچین مثالای کار میکنن. دست مصنوعی رو تصور کن که داره مثل دست واقعی با سیگنال های مغزی کار میکنه. یه مثال باحال دیگه، هوش مصنوعی رو تصور کن که با همین پردازش سیگنال مغزی من و تو میتونه 10 سال زودتر بهمون بگه که ممکنه MS بگیری، آلزایمر بگیری، پارکینسون بگیری. دارن روی همچین پروژه های کار میکنن. توسعه دهنده های نرم افزار و محققا برای درست کردن این سرویس های مبتنی بر هوش مصنوعی نیاز به بانک های اطلاعاتی از سیگنال مغزی و قلبی دارن. حالا فکر کن یه دانشمند برای درست کردن این بانک اطلاعاتیش به 10,000 سیگنال مغزی نیاز داره. فکر کن 10,000 نفر موجود باشن. روزی 10 نفرم بتونن به اون آزمایشگاه بیان. فقط 1,000 روز کاری زمان میبره این دیتا جمع کردن. کافی اون وسط فقط یه اشتباهی هم کرده باشه، همه چی میشه از اول. تازه این ور قضیه، همین سمت این 10,000 نفره. واقعا 10,000 نفر انگیزه این رو دارن که توی طرح پژوهشی که قراره یه سرویس هوش مصنوعی رو ترین بکنه مشارکت بکنن. دقیقاً این دو تا گزینه‌ای که گفتم بزرگترین مشکلاتیه که محققا و ریسرچا توی این لحظه دارن. معضل دوم، نبود انگیزه برای یکی مثل من و شماست که بخواد توی یکی از این طرح‌های پژوهشی شرکت بکنه. یه مدل اقتصادی، یه گیمیفیکیشن میتونه این مشکل رو برطرف بکنه. حالا بیا بهش پلتفرمی نگاه بکنیم. یه دانشمند و نیازش به 10,000 تا سیگنال مغزی همچنان موجوده، فقط این دفعه به جای یه دونه آزمایشگاه 100 تا آزمایشگاه حاضرن که توی نمونه برداری کمک بکنن. اگر هر آزمایشگاه بتونه فقط روزی 10 تا نمونه بگیره، 10,000 سیگنال مغزی تو 10 روز کاری جمع میشه و این خب باعث میشه اون موضوع اتلاف وقت از بین میره. رسیدیم به اینجا که بهت بگم زارلا چیه. زارلا دقیقاً همین پلتفرمیه که صحبتشو کردم باهات. زارلا یک پلتفرمیه که درخواست کننده رو به مشارکت کننده داره وصل میکنه با کمک یک مدل اقتصادی مبتنی بر بلاکچین. من و تو با مشارکت تو این طرح‌های پژوهشی یه توکنی رو به اسم بایوبیت به عنوان پاداش و اجرت دریافت می‌کنیم که قابل تبدیل به بیت کوین و مابقی ارزهای دیجیتاله. پس اگه می‌خوای دنیا رو برای خودت و بقیه آدم‌ها به جای بهتری تبدیل بکنی، هر چند وقت یک بار وبسایت زارلا رو باز بکن و تو طرح‌های پژوهشی مشارکت کن. با این کار به کمک دانشمندا و محققا میای و دنیا رو با هم به جای بهتری تبدیل می‌کنی.